به وقت آرامش تن و روان با تنین صدای آرامش بخش و روح افزای نازنین معید. به روز 19 مدیتیشن 21 روزه دکتر چوپرا خوش آمدیم. زندگی در عشق. یک حکیم هندی به پیروانش گفته که زندگی همون عشق و عشق همون زندگی. چیزی که بدن رو مثل یک نظام نگه می‌داره چیزی نیست جز عشق. آرزو چیزی جز عشق به خود نیست و دانش چیزی جز عشق به حقیقت. وسیله و منظور ممکنه اشتباه باشه، ولی انگیزه پشت اینا ممکنه گسترده شده و کل کیهان را شامل بشه، ولی عشق باقی میمونه. عشق قدرتمندترین نیرو در جهان هستیه، میتونه شفا بده، الهام ببخشه و ما رو به خود برترمون نزدیک کنه. عشق ابدیه، هیچگاه تمام نمیشه. هدیه تمام نشدنی برای ما و دیگرون. وقتی ما حقیقت عشق رو تجربه میکنیم، خودمون رو مانند بارقه میبینیم که در شبی تاریک جنگلی پهناور رو روشن میکنه. بارقه عشق تمام چیزیه که تجربه میشه. تمام نیروی عشق در تمام جنبه های اون، از زمینی گرفته تا آسمونی. تمرین زندگی در عشق نمونه ای از فراوانی نامحدود جهان هستیه. اهمیتی نداره که شما چه تعداد از مردم رو دوست دارین، خودتون، خانوادتون، همکارانتون و یا کل دنیا. شما هیچ وقت نمیتونید از عشق ورزیدن فرار کنید، چون در هسته ی ذات خودتون عشق خالص هستید. در هند باستان وجد و سرور عشق آگاهی سعادت نامیده میشه. در این سعادت در تمام لحظه ها شرکت کنید. زندگی با عشق به موجودات دیگه به ما کمک میکنه که حقیقت معنوی خودمون رو بشناسیم. وجود، آگاهی، سعادت. زندگی در عشق خوبی های بیشتری رو به طرف شما جذب میکنه. بنابراین برای تجربه فراوانی حقیقی در زندگی، عشقی رو تجربه کنید که برای اون خلق شدید. عشقی رو که خودتون هستین و زندگیتون رو در تمام جهات پرورش میشه. تمرین کنید که امروز رو در عشق زندگی کنید. به سادگی، با پیشکش کردن یک فکر یا کلمه محبت آمیز برای هر کس که ملاقات میکنید. و اینو بدونید که بزرگترین هدیه‌ای که به هر کس میتونید بدین عشق. حالا که داریم برای مدیتیشن آماده میشیم، روی فکر اصلی امروز تمرکز کنیم. امروز من یادم هست که به هر کس و هر چیز که مواجه میشم عشق بورزم. بیاین مدیتیشن خودمونو برای ارتباط با منبعی که از طریق اون همه فراوانی ها جریان پیدا می کنه آغاز کنید. یک مکان راحت پیدا کنید. دستاتون رو به آرومی روی رانهاتون قرار بدید. کف دستاتون رو بالا نگه دارین و چشماتون رو ببندید. در این لحظه به محل سکوت درونیتون، به جایی که ارتباط با خود برترمون رو تجربه می کنیم برید. اجازه بدین تمام افکار بیرون برن و شروع به مشاهده دم و بازدم خودتون کنید. با هر دم و بازدم به خودتون اجازه بدین بدنتون آرومتر، راحتتر و در آرامش بیشتری باشه. حالا به آرومی عبارت معنوی امروز رو معرفی کنید. اونو در ذهنتون تکرار کنید و اجازه بدین به آسونی جریان پیدا کنه. امروز من یادم هست که به هر کس و هر چیز که مواجه میشم عشق بورزم. امروز من یادم هست که به هر کس و هر چیز که مواجه میشم عشق بورزم.
هرگاه از طریق افکار، احساسات در بدن و یا سر و صداهای محیط اطراف دچار حواس پرتی شدین، به سادگی توجه خودتون رو به تکرار ذهنی عبارت معنوی بازگردانید. امروز من یادم هست که به هر کس و هر چیز که مواجه میشم عشق بورزم. لطفاً مدیتیشن خودتون رو ادامه بدین. من با صدای یک زنگ زمان رو در نظر میگیرم و در آخر هم زنگ سلامتی رو به صدا در میارم که نشون میده وقت اون رسیده عبارت معنوی رو آزاد کنید. و حالا در سکوت در ذهنتون تکرار کنید. امروز من یادم هست که به هر کس و هر چیز که مواجه میشم عشق بورزم. حالا موقع اینه که عبارت معنوی رو آزاد کنید. آگاهی خودتون رو دوباره به بدن بازگردونید. یک لحظه استراحت کنید و آروم و عمیق نفس بکشید. هنگامی که احساس میکنید آماده هستین، چشماتون رو به آرومی باز کنید. همونطور که روز خودتون رو ادامه میدین، احساس فراوانی رو با خودتون همراه داشته باشین و به خودتون فکر اصلی امروز رو یادآوری کنید. امروز من یادم هست
که به هر کس و هر چیز که مواجه میشم عشق بورزم. امروز من یادم هست که به هر کس و هر چیز که مواجه میشم عشق بورزم. امروز من یادم هست که به هر کس و هر چیز که مواجه میشم عشق بورزم. متشکرم.